حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین طی چند روز گذشته با صدور فرمانی اصلاحات گسترده ای را در سطح هیئت دولت بحرین ایجاد کرد. سخنگوی دولت بحرین اعلام کرد این اصلاحات وزارتی که شامل تغییر 17 وزیر از 22 وزیر شد را بزرگترین اصلاحات در تاریخ بحرین عنوان کرد. ابراهیم العرادی فعال سیاسی و چهره معروف مخالف حکومت بحرین در یک مصاحبه تلویزیونی از پشت پرده این تغییرات ناگهانی افشاگری کرده و گفته انتصابات وزارتی در بحرین بر اساس میل و خواسته خاندان حاکم و بسته به میزان حمایت وزرای انتصابی از روند عادی سازی روابط با اسرائیل صورت گرفته است. العرادی مدعی شد پادشاه بحرین در واقع با این حکم کسانی که چندان موافقتی با عادی سازی نداشتند را تصفیه کرده است. به افزود اصلاحات سیاسی اخیر هیچگونه معیار دموکراتیک نداشته و معیار انتصاب وزرای جدید در بحرین حمایت از طرح عادی سازی روابط با اسرائیل بوده است. در همین راستا گفتگوی دارم با دکتر محمد عیسی خاقانی، استاد سابق دانشگاه بحرین و کارشناس مسائل سیاسی از لندن. سلام، وقتتون بخیر. سلام قربان. آیا واقعا کابینه جدید بحرین برای اصلاحات دموکراسی منتصب شده؟ البته خیر، ولی نمیشه گفت خیر بدون اینکه دلیل بیاریم. بحرین در خانواده پادشاهیش دو پر داره که باشون پرواز میکنه. پر اول ولی عهد بحرینه که الان نخست وزیر هم شد و پر دوم الخوالد هستن. الخوالد که قدرت قوی بحرین هستن، وزیر کشور، رئیس ارتش و وزیر دربار پادشاهی بحرین، این سه تا اداره بحرین را به دست گرفتن. اینا هنوز سر جاشون هستن. از این نظر بقیه مهرها مهرهای تأثیر ناپذیری هستند، به جز اینکه یک وزیر آل خلیفه به وزارت خارجه منصوب شد، چون مدتی از زیانی وزیر امور خارجه بود، الان باز هم به آل خلیفه رسید. وزارت نفت و خارجه، دربار پادشاهی، ارتش، وزارت کشور هنوز دست خانواده آل خلیفه در همه قبیله، در حکم قبیله هستند. از این نظر تغییر بقیه مهرها اصلا اثری در این موضوع ندارد. آیا اصلاحات سیاسی کنونی در بحرین برای عادی سازی روابط با اسرائیل؟ اسرائیل خیلی از قضیه اصلاحات سیاسی بحرین دوره. واقعا در بحرین اصلاحات سیاسی وجود نداره. بعضی از علمای بحرین پیش پادشاه رفتن در ماه رمضان و افطاریشون اونجا میل کردن، ولی بعد از خروج اونو از زندان هیچ چیز از دربار هیچ چیز جدیدی نشون نداد پادشاه. از این نظر هیچ اصلاحاتی در وقت حاضر در بحرین نیست. اما اسرائیل و حرکت با اسرائیل همون متعلق به قبیله است. کسی در بحرین کابینه سیاسی ندارد که بره پیش کابینه و از آنها بپرسه که من میخوام عادی سازی بسازم با بحرین یا با اسرائیل یا نه. قبیله اگه خواست، قبیله هم خواستش از خواست عربستان سعودیه، عربستان سعودی هم خواستش از امارات. این سه تا اگه با هم میخوان با اسرائیل عادی سازی یعنی بسازن، هیچ کابینه یا ملتی حق حرف زدن در آن کشورها را ندارند. پشت پرده این اصلاحات چیه؟ پشت پرده اصلاحات همون دست قوی الخوالد هست. چیزی که من دیدم، چون من همیشه اخبار بحرین رو میخونم، دیدم که نائب نخست وزیر، الان پسر شیخ خلیفه نخست وزیر سابق پیشین فوت کرده بحرینه، پیداست که
نخست وزیر جدید بحرین، ولی عهد بحرین میخواد یه خورده هم یه قدرتی دست خودش بگیره، چون الخوالد ناصر بن حمد، پسر کوچیک شیخ حمد، ملک حمد، پادشاه حمد رو میخوان به جای شیخ سلمان نخست وزیر و ولی عهد بذارن. از این نظر او الان مثلا یه دستی هم به داییش و پسر داییاش کرده تا یه خورده قدرتی در برابر خوالد داشته باشه. ولی نتیجه‌ای که پشت پرده می‌بینیم همون خوالد، المشیر احمد و راشد بن عبدالله و خالد بن احمد، سه وزیر قوی کشور، هنوز دستشون در امور دولت هست. آیا وزیر آقای دکتر، آیا این کابینه اصلاحات به نفع شیعه تمام خواهد شد؟ ابدا، اصلا شیعه کاری در این امر ندارن. شیعه بحرین دو تا لاین هستن، لاینی در زندان و لاین دیگر منتظر یک هدیه از پادشاه هستن. همیشه طرفداری از پادشاه میکنن و هیچ چیز هم گیرشون نمیاد. سه چهار تا وزارت بی اهمیت رو بهشون میدن همیشه تا بگن شیعه هستن. ولی اکنون که پادشاهی بحرین به غیر بحرینی ها جوازهای بحرین و شناسنامه بحرینی داده، الان عدد بحرینی های شیعه با بحرینی های غیر شیعه 60-100 رسید. سابقا 80-20 بود به نفع شیعه، الان 60-40 رسیده. در آینده هم 50-50ش خواهند کرد. شیعیان تا کنون یک فکر سیاسی آماده که در مقابل آل خلیفه بیسته ندارن. کسانی هم که داشتن طرفدار ایران بودن و همه را انداختن زندان. از این نظر شیعه هیچ فایده از این تغییرات و این کابینه جدید به دستش نخواهد رسید. ممنونم. دکتر محمد عیسی خاقانی از لندن ما بودند.